الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بستند، برخی پیمان خود را به سر بردند و شربت شهادت سر کشیدند و برخی نیز در انتظارند تا کی توفیق رفیق می‌گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد. آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده اند. سلام و عرض ادب خدمت برادران و خواهران گرامی. می‌خواهیم مختصری از زندگی نامه استاد مبشر مسلمیار رحمه الله را خدمت شما عزیزان و بزرگواران تقدیم نماییم. استاد مبشر مسلمیار فرزند عبدالحلیم، متولد ماه جدی سال 1367 هجری شمسی می باشند و زادگاه ایشان ولسوالی نجراب ولایت کاپیساست. ایشان دروس ابتدایی را نزد پدرشان آموختند که پدرشان نیز معلمی با تجربه و مربی بودند. استاد مبشر رحمه الله پس از مدتی وارد مکتب شدند و تا صنف چهارم مکتب را در مرکز ولایت کاپیسا به نام گلبهار خواندند و بعد از آن به علت تحولاتی که به وجود آمد فامیلشان راهی کابل شدند و از صنف چهارم تا صنف نهم را در مکتب متوسطه قلعه فتح الله ادامه دادند و در نهایت نیز مرحله لیسه را در مکتب شیرپور که بعداً به نام لیسه عمشا مسعود یاد می شد به پایان رساندند که این تقریبا در سال 1385 هجری شمسی بود. سپس بعد از فراغت از مکتب در امتحان کانکور دو دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده بودند، یکی دانشگاه کابل و دیگری دانشگاه هرات، که در نتیجه در رشته شرعیات دانشگاه هرات کامیاب شدند و دوره لیسانس را در آنجا تمام کردند. ایشان در سال 1388 هجری شمسی از دانشگاه فارغ شدند، اما بنابر دلایلی امتحانات پایانی دانشگاه را در آغاز سال 1389 هجری شمسی سپری نمودند. با اینکه سال فراغت از دانشگاه برایشان سال شادمانی بود، اما در همین سال در دورنج از دست دادن پدر ایشان را احاطه کرد و در کنار خوشی فراغت وفات پدرشان هم برایشان مصیبت سنگینی به حساب می آمد. پدر استاد نخستین معلم زندگیشان بود و همچنان نخستین کسی که نهال دینداری و پایبندی به فرامین الهی را در دل ایشان کاشت. رابطه پدر استاد با وی تنها رابطه پدری و فرزندی نبود، بلکه پدرشان نزدیکترین دوست زندگی ایشان بود. خب این تقدیر الهی است و الله متعال برای هر کس اجل معینی مقرر کرده و اجل پدر استاد نیز اینجا به سراغش آمد. از نصیحت‌های همیشگی پدر این بود که باید اسلام واقعی را یاد بگیرد و از گروه‌ها و فرقه‌ها دوری کند و دنبال روی کسی را ننماید و تا حد امکان باید درس بخواند و به دین خدمت کند و همیشه دعوتگر راه دین باشد. پس از وفات پدر، استاد مبشر همیشه در تلاش علم بود که متاسفانه در پهلوی آن مسئولیت و سرپرستی خانواده نیز به دوش استاد قرار گرفت. اینجا بود که بعد از یک سال و حیث استاد در اولین دارالمعلمین به نام دارالمعلمین سید جمال الدین افغان مقرر شد و در حدود دو سال و یا هم سه سال در همین دارالمعلمین ایفای وظیفه نمود. روزی از روزها یکی از استادان برای استاد مبشر خبری رساند که در دانشگاه کابل یک بست استادی در بخش ثقافت اسلامی اعلان شده است، اگر می تواند در آنجا برود و امتحان بدهد، زیرا زمینه دعوت و آموزش در آنجا فراهمتر است. استاد مبشر نیز به این کار اقدام نمود و الحمدلله در امتحان رقابتی از میان همه بلندترین نمره را گرفت و موفق شد که به عنوان استاد در دانشگاه کابل معرفی گردد. مدتی گذشت که در پی آن دوره ماستری تفسیر و حدیث را در دانشگاه کابل آغاز کرد و وارد مرحله ماستری شد و در کنار این که به حیث استاد در پاهنتون ایفای وظیفه می نمود، همچنان درس‌های ماستری را نیز ادامه می‌داد.
استاد در سال 1395 هجری شمسی رساله ماستری خود را دفاع کردند و ماستری را نیز به پایان رساندند. دوستان و نزدیکانشان همیشه اصرار داشتند که استاد وارد مرحله دکترا شود، اما استاد مبشر همیشه تاکید داشت که بار دعوت سنگین‌تر و حدمی‌تر است. باید نخست به دعوت توجه داشته باشم، مرحله دکترا را بعداً نیز میتوان پیش برد. اما هرگز نگذاشتم که نوبت دکترا برسد. طوری که از استادان دانشگاه هرات شنیده شده است، استاد مبشر دانشجوی دعوتگر و بیدارگر و در واقع اصلاحگر فعال این دانشگاه بوده. در همان دوران دانشجویی حرص شدیدی به اصلاح و تربیت جوانان در او حس می شده است. همچنان همیشه در صنف همراه استادان و همصنفیان خود بحث های مثبت علمی را مطرح می کرد و به مناقشه می نشست. تا اینکه بعضی از دوستان و استاد از وی خواهش می کنند که برخی از برنامه های درسی را برای جوانان به راه اندازد. استاد همینطور در بیرون از دانشگاه نیز میان دانشجویان و جوانان شب و روز مصروف دعوت و فعالیت به اصلاحگری بودند. این دقیقاً در سال دوم دانشگاه بود که در لیلیه با جوانان حلقات درسی برگزار می‌کردند و برنامه‌های درسی و تربیتی با جوانان داشتند و وقتی هم که در تعطیلی‌ها به خانه خود می‌رفتند، حلقات درسیشان در میان جوانان و مردم ادامه داشت. استاد از آغاز ورود به میدان دعوت بدون وقفه تا پایان عمر مصروف بیدارگری و کار دعوتی بودند. در این راه دعوت زحمات و سختی های زیادی را متحمل شدند. حتی بنابر اتهام های ادعی کینه‌توز به زندان انداخته شدند که پس از یک سال حبس در نتیجه واهی بودن و بی اساس بودن این اتهام ها از زندان آزاد شدند و روسیاهی و دشمنان و کینه‌توزان باقی ماند. استاد پس از آزادی دست روی دست نگذاشتند، بلکه با نیروی بیشتر و علاقه شدیدتری دوباره به دعوت روی آوردند و دسترخان اصلاحگری و بیدارگری خیش را گستردند. این خشم دشمنان دیرینه دین و دعوت را برانگیخت که بالاخره در تاریخ 3 دی 1399 در روز پنجشنبه وقتی که از تدریس فارغ گردیدند، از طرف دشمنان اسلام مورد هدف قرار گرفتند و شهید شدند. انا لله و انا الیه راجعون. سخن نهایی دعوتگران برای دشمنان دین و دعوت این است که ما از همان روزی که پا در عرصه دعوت گذاشتیم، سرهایمان بر کف دستهایمان بود. میدانستیم این راه، راه آسودگی و آرامش نیست، این راه شهادت و جانبازی است. در واقع این طبیعت دعوت و مبارزه با جاهلیت است. تنها و تنها کسی که این طبیعت را از همان آغاز راه فهمیده میتواند تا پایان عمر استقامت و فدا باشد و صبر و تلاش نماید. تردیدی نیست که نتیجه دعاهای نیمه شبی استاد مبشر بود که الله متعال وی را پذیرفت و او را از دریچه شهادت به سوی خود خواند. صدای حقیقت این گونه خاموش نمی شود. اگر می توانید بروید دروازه های آسمان را ببندید تا توفیق ها و امداد های الهی سراغ این امت نیاید و در دامنش دعوتگران و مبشرها تربیت نشود، این امت بارها و بارها مبشرهای دیگر و بیشتری تربیت خواهد کرد. از دامن این امت صداهای حقیقت گوی قوی تری بیرون خواهد شد. این را خوب است که دشمنان دین و دعوت همیشه به یاد بسپارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.